عرض ادب و احترام خدمت یکایک که شما دوستان و هموطنان عزیز، 26 مرداد 1402 برابر با 17 آگوست 2023 در کلاب هاوس فارسی، یا بهتر بگم لجنزار کلاب هاوس، اتاقی گذاشته بودن و قرار بر این بود که راجع به سالگرد مهسا امینی صحبت بکنن که چه کارهایی باید انجام بشه. در این اتاق که آقای رؤوف روزبه گذاشته بود، اتفاقات عجیب و غریبی افتاد. این آقای رؤوف روزبه رو اول براتون معرفی بکنم خیلی سریع. 10-12 سال پیش به تلویزیون شهرام همایون زنگ میزنه به عنوان یه بسیجی، اون موقع بسیجی بوده، و به شهرام همایون گفته بود میایم، نمیدونم میکشیمت، میگیریمت، میبریمت. و خلاصه همایونم توی تلویزیونش اینو 100,000 بار پخش کرده بود که آره بسیجی ها به من مثلا تماس میگیرن و تهدید میکنن. و 2 سال پیش وقتی توی کلاب هاست دوباره این آقای رؤوف پیدا شد، خودشو به آقای همایون معرفی کرد که آره من همون بسیجی الدنگی هستم که اون موقع تهدیدت کردم، ولی الان اپوزیسیون شدم، الان دیگه با جمهوری اسلامی بد هستم. آقای همایون هم زرت زیر بال پرش رو گرفت و چپ و راست اتاق، و آقای رؤوف معروف شد توی کلاب هاوس و اکبر خوشگوش رو برداشت آورد که خیلی سر صدا کرد اون زمان خودش، چون هیچکس یه آدم قاتل بی پدر مادر بی ناموس رو نمی آورد توی کلاب هاوس، اما این رؤوف اینو برداشت آورد. و اون موقع ها رؤوف با این بسیجی ها و حزب اللهی ها کلکل می کرد و من چریکم، من میزنم، من میکشم. هر کسی هم میگفت من این کارم، رؤوف میگفت منم هستم. یعنی اگر کسی اقتصاددان بود میگه من اقتصاددانم، کسی بگه من کماندو هستم، این میگه من چریکم. خلاصه هر کسی هر شغلی داشته باشه، رؤوف هم همون کار است. تا اینکه دیروز در اتاقی که گذاشته بود و قرار بود راجع به سالگرد مهسا امینی صحبت بشه، اولش که خودش توی اتاق صحبت کرد که آره باید مسلحانه بشه، و دقیقاً همون خیانتی که پارسال رؤوف و بهشتی در اوج تظاهرات و اعتراضات جنبش مهسا انجام دادن، دوباره داره همون کار شروع میکنه. اون موقع شروع کردن به ترسوندن مردم که آی اسلحه تو ایران هستش، اون فخرآور احمقم گفته بود من نمیدونم 14,000 تا اسلحه فرستادم، و یه عده از مردم عادی هم ترسیدن، گفتن بریم تو خیابون، اینا یه سری اسلحه دارن، جمهوری اسلامی هم اسلحه داره، خلاصه تیراندازی این وسط ماها کشته میشیم. خیلی ها دیگه نرفتن توی خیابون، و همین آقایون به اسم اپوزیسیون، دوستان اینا اپوزیسیون هیچ وقت نبودن و نیستن، به اسم اپوزیسیون شروع کردن تفرقه انداختن. الان دوباره نزدیک سالگرد مهسا داره میشه، باز همون داستان این آقای رؤوف شروع کرده، و این بار چی کار میکنه؟ یه سری از این حرامزاده های بسیجی رو بر میداره میاره، امثال ستودگان و نمیدونم این یارو اسمشو میذاره جیسن، و هر کدومشون هم ماشالله 6 دونه اسم عقده اسم خارجی دارن. اینا رو آورد توی اتاق و فقط ببینید چجوری صحبت میکنن. اگر تونستین تا آخر این ویدیو رو لطفاً ولی تحمل کنید، چون میدونم یه جاهایش خیلی آدم عصبانی میشه. البته اینم بهتون بگم توی چتروم اتاق خیلی جالب بود، یعنی از هر 100 تا دونه چتی که میومد 97 تا دونش فقط مردم اعتراض و فوش میدادن به این چند نفر بسیجی ها، 2-3 تا دونه بسیجی هم بودن، یه دونه پرستو هم بود که رکیکترین فحاشی ها رو داشتن به کشته شده های جنبش میکردن، ادعای خدا پیغمبری رو هم دارن اینا. خلاصه تو این اتاق اومدن و شروع کردن باز به لجن پراکنی، و این آقای رؤوف هم باهاشون لاس میزد و باز دم رایان عباس‌زاده گرم که جلوی اینا ایستاد و تا جایی که تونست باشون مقابله کرد. یه جایی هم به خود رؤوف هم گفت قرار بر این نبود. رؤوف گفت شما گفتین اینا بیان من آروم صحبت کنم، با ادب باشم. گفت قرار نبود دیگه باشون عشق بازی بکنی روی استیج.
معذرت میخوام اگر این ویدیو باعث عصبانیت شما میشه. اگر فکر میکنید اعصابتون ضعیفه لطفاً نگاه نکنین. اما اگر ایرانی و با غیرت کسی باشه و این ویدیو رو ببینه، اون موقع متوجه میشه که جمهوری اسلامی باید بره. این نفرات و این افرادی که زیر این دست و پای آخوندا با قول آقای سکویی پاره پوره شدن و بزرگ شدن، میشن امثال همین ستودگان و دار و دستشون، افرادی که خیلی قشنگ میان با آرامش کامل مردم رو به مسخره میگیرن، جنبش رو به مسخره میگیرن. و فقط امیدوارم روزی برسه که با خیلی از این افراد چش تو چش بشیم، حالا تو ایران هم که نباشه، خارج از ایران. اما دنیا خیلی کوچیکه، یه روزی آدما با هم دیگه چش تو چش میشن، اون موقع هر کسی که به قول معروف بگذریم، حالا حرف بزنیم دوباره هزاره یه ریپورت میکنم. دوستان عزیز، توجهتون جلب میکنم به ویدئوی امروز. زنده باد ایران، ایرانی با شرف، لعنت به هر چی مزدور و وسط باز و تجزیه طلب و هر بیناموسی مثل این حرومزاده ها که دارن به جمهوری اسلامی کمک میکنن تا دیکتاتوریش ادامه پیدا کنه. لیاقت ایرانی با شرف خیلی خیلی بیشتر از این آخوندهای بیناموسه. اگرم یه عده آدم بیشرف که لیاقتشون همین آخونده است، من با اونا بحثی ندارم. قربونتون. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مکس و آقای خانم نجاتی دارن صدای بنده رو میشنون. جسارتا من خیلی عذر میخوام، چون من میدونم حتما شما افرادی با شما وارد بحث میشن. آقای فروزنده یه کامنت کوچیک داشتن، اگه اجازه بدید ایشون کامنتشون رو بزنن که این مپس بسته شه و شما حتما. بله حتما جناب آقای فروزنده، از ادب هم دارم. بذارید آقای نجاتی، ببخشید مکس عزیز، بذارید من فکر کنم آقای دکتر فروزنده، چون کامنتتون ناظر به صحبت‌های قبلی بوده، می‌خواستم اینجا بسته بشه، ولی اگر عجله ندارید که هیچ. نه خواهش، مرسی. آقای نجاتی بفرمایید. خواهش میکنم. باز اگر آقای دکتر فروزنده فرمایشی دارن مقدم به بنده هستن. ضمن عرض احترام من جسارت میکنم در محضر ایشون هم در حال این مطالب رو عرض بکنم. در موضوع تایتل که در سالگرد کشته شدن مرحوم مهسا امینی 25 شهریور ماه چه پیشبینی وجود داره، پیش از این که پیشبینی خودم رو عرض بکنم باید برگردم به برخی تحلیل ها و اظهار نظرها در پاییز 1401 که از سمت افرادی که از اتفاقات پاییز سال گذشته به عنوان انقلاب نوین ایران نام می بردن، اونجا افراد سعی می کردن که پیشرانه هایی برای این انقلاب رو فهرست بکنن و بگن که این عوامل باعث خواهد شد که این انقلاب منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد و قصه الهازه. امروز که داریم با هم صحبت میکنیم، از 19 عنوان پیشرانه هایی که افراد مختلفی در موردش اظهار نظر کرده بودن، تقریبا هیچ کدامش فعال نیست. هم از موضوعاتی مثل شعار نویسی ها، شعارهای شبانه، جنبش خیابانی و حتی مثلا موضوع اینترنت استارلینک رو جزء پیشرانه های این انقلاب نام می بردن که امروز می بینیم که هیچ کدام از اینها نمی تونن حداقل فعالیتی داشته باشن. در 25 شهریور پیش رو پیشبینی بنده این هست که علارغم این که در جامعه بنابر اقرار برخی مسئولین کشور بخش قابل توجهی از مردم معترض به وضع فعلی هستند، ما شاهد وقایعی مشابه، حداقل مشابه به اتفاقات پاییز سال گذشته نخواهیم بود. چرا؟ من چند دلیل رو فهرست کردم که اینجا عرض میکنم، امیدوارم که بتونم کامل اینا رو بگم. یکی از مواردی که باعث میشه ما شاهد
تکرار حوادث پاییز گذشته نباشیم، دستگیری بسیار گسترده عوامل میدانی آشوب‌های سال گذشته است. لیدرها، شبکه عملیاتی اونها در شهرها و استانهای مختلف در چند ماه ایام اتفاقات پاییز و پس از اون به طور گسترده دستگیر شدن. انهدام وسیع شبکه‌های ارتباطی کسانی که کار میدانی آشوب رو می‌خواستن مدیریت بکنن با رابطانشون و هادیانشون در کشورهای همجوار تقریبا به طور کامل قطع شده. اینم بر اساس اخبار عمومی است که مراجع زیربط دارن اعلام میکنن. به طور گسترده‌ای تجهیزات و سخت افزار و شبکه پشتیبانی از وقایع خیابانی منهدم شده، مانند خودروهایی که استفاده میکردن، موتورسیکلت‌ها، مواد منفجره، سلاحی که بعضا در اختیار برخی افراد قرار بوده، اینا کامل متلاشی شده. پشتیبانی مالی که از کشورهای حامی آشوب در سال گذشته وجود داشت با تغییراتی که در روابط بین الملل بسیاری مصادیق اونو میشه پیدا کرد، امروز میشه گفت که کاملا قطع شده. 401 دیگه حامی مالی حداقل میشه گفت که در دولت‌های متخاصم جمهوری اسلامی ایران وجود نداره. من خیلی پوزش نمیتونستم بیش از این تحمل کنم. یعنی واقعا شما گروهی از جوانهایی که نسبت به یک ظلم مصرح به خیابان اومدند و چشمها دادند و جانها و خونها ریخته شد، اجازه بفرمایید من عرایزم کامل بشه بعد عرایزی که ببین میگه خیلی نمیدید به درویش، مگر اینکه شما بخواید به صورت یه طرفه سخنرانی بکنین، اون وقت من برم شما صحبتاتون ادامه بدید. موضوع دیگه ای که وجود داره، پایگاه ها و مراکز فرماندهی آشوب سال گذشته به طور کامل منهدم شده. آقای نجاتی، امکان این هست اینو از آشوب فاکتور بگیری؟ چون ناراحت شدن دوستان اینا، نگی آشوب. عرض میکنم ببین ما یک باشه، من یه توضیح بدم. آشوب یک طرف بسیار یه استدلالی با هم بکنیم این قضیه رو، من تو هم راضی کنم. خب ببین کسی که جونشو میره تو خیابون میده آشوب نیست دیگه، میشه اسمونو گذاشت آشوب؟ اشکال شما به چیه؟ خیلی ممنون. اگه آره من فکر کنم اگر خیلی بخوام میتونی اعتراض هم اگر توزید. مثلا بگو اعتراض. 57 که شورش بود، اصلا آشوب چیه؟ شورش کور بود، کشور رو به این روزی انداخت دیگه. بله بفرمایید آقای نجاتی. پوزش میخوام من گفتم که اینو اون یکی از بسیار پررنگی، ما یه مرز بسیار پررنگی رو قائل هستیم، حداقل من به این قائلم، بین معترضان و آشوب طلبان. اینو تو در توضیحش بگم که مردم کشور ما علارغم اینکه اعلام میشه 83% وضع فعلی معترض هستن، اتفاقا مردم ایران بسیار مردم نجیبی هستن. با در عین اعتراض شما میبینی که اینا حاضر به ناامن شدن شهرها و اون اتفاقات سال گذشته، بسیاری از مردم راضی به این نیستن در عین اعتراض. لذا من یه تفکیکی قائلم بین معترضین و آشوب طلبان. حالا اگر فکر میکنید اینجا پروتکل اتاق شما این گونه هست که برخی افراد ناراحت میشن، باشه من از این کلمه فاکتور میگیرم. حالا اجازه بدین این عرایزم تموم بشه. پایگاه هایی که فرماندهی برخی وقایع خیابانی رو سال گذشته داشتن مدیریت میکردن، از جمله مقر تروریست های دموکرات در اقلیم کردستان و برخی مقرهای دیگه، به صورت مقتدرانه توسط سپاه پاسداران مورد حمله قرار گرفته و اینا برای بازیابیشون حالا کار دارن. مورد دیگه ای که میشه بهش اشاره کرد، آشفتگی منجر به درگیری گسترده و افشاگری های سردمداران این وقایع سال گذشته بین عوامل رسانه‌ایشون و شکست مبتذهانه ائتلاف ها و نشست های این سردمداران خارج نشین بوده که مردم دیگه به اینها هیچ اقبالی نخواهند داشت. درک عمیقی مردم کشور ما از اهداف وقایع سال گذشته به دست آوردن. چرا؟ چون خودشون اومدن همدیگر رو به صورت مکرر رسوا کردن. از جمله این که این به فلانجا وابسته است، اون یکی اینقدر پول دریافت کرده اینجوری و این مطالب که این چند ماه اخیر بسیار از این موارد دیدیم. اتفاقا به نظر میرسه کسانی که
هزینه بسیار زیادی در پاییز سال گذشته به کشور تحمیل کردن و یک واقعه بسیار شاید بسیار عادی برای یک کشور رو تحت عنوان انقلاب به مردم فروختن، اینا امروز از سمت مردم اقبالی نخواهند داشت. از طرف دیگه مردم هم با توجه به تحمیل هزینه‌های بسیار گزافی که چه به لحاظ جانی و چه به لحاظ مالی و ناامن شدن شهرها به زندگیشون به معیشتشون وارد شده، به نظر میرسه که در اتفاقات پیش رو مردم اتفاقا مانع جدی هر گونه اعتراضات به اصطلاح آشوب طلبانه در خیابان ها خواهند بود. ممنونم از اینکه تحمل کردین، عرایض بندرم شنیدی، متشکرم. ببینید آقای نجاتی، تحمل که بفرما رعوف میخوای نکته بگی رعوف عزیز؟ بله من حالا نمیدونم، اگر شما صلاح میدونین شما اول و بعد من، چون نکته های ایشون من ایراد نسبت به خود نکته ها دارم میگیرم الان نسبت به گفته ایشون. اون تحلیل ابتداییشون که حالا سرگروه ها و اون کسانی که در خیابون بودن، خب ما ابتدای صحبتمون هم گفتیم این یک موضوع بسیار ناراحت کننده است برای مردم. مردم هم تعریف ما با آقای نجاتی فرق میکنه. این مردمی که آقای نجاتی ازش تعریف کرد، من شناختی نمیشناسم، نمیدونم اون منظورش همون 11% یا اون 89% سمت ما، سمت مخالفین جمهوری اسلامی. اون درسته، ولی آقای نجاتی اینی که مردم از دیگه علاقه ندارن، میخوان جان و مالشون رو حفظ کنن، جان و مالشون رو کی مورد آسیب و خطر قرار میده در حال حاضر؟ یه تحلیل واقعی داشته باشیم. جانشون رو که خب مشخصا گلوله جنگی تو سینه‌شون خورده یا ساچمه و اینا اسنادش هست، مدارکش هست، حتی پزشکی قانونی هم حداقل روی 240 خورده ای مورد تایید میکنه دیگه. اینا رو یه مقدار میگم که حالا تحلیلتون یه مقدار دور از واقعیت بود. من موافق هستم که اتفاقی قرار شاید نیفته، ولی دلیل‌های اولیتون منطقی تر بود. شما میتونید بگین حاکمیت 50% بودجهشو افزایش داده، هم به صورت پنهان هم به صورت آشکار. بسیاری از ما گفتیم اینجا دیگه، ماشین‌های آبپاش جدید وارد کردن، اسلحه‌های جدید وارد کردن، نیروهای امنیتی رو افزایش دادن، نیروی انتظامی رو به لشکر تبدیل کردن و قرار بسیج رو پاسدار محلات بکنن و تازگی هم توی عملیات اخیر هم که به جای نیروی انتظامی یا آگاهی فرماندهی سپاه استان فارس میاد نظر میده، پس سپاه هم وارد شده. اینا میتونه بگین ما اینقدر مثلا مقتدر جمهوری اسلامی عمل میکنه و مقتدر از نوع منفیش، من نمیدونم چه کلمی میتونم و کاش آقای عباس‌زاده کمک کنه بگه، ولی حالا به صورت خیلی خشن وایساده جلوی مردم، مسلح کامل تا دندان، و این تهدید باعث میشه که مردم بترسن و نیان بیرون. خیلی ساده. ولی این که حالا مالشون حفظ کنم من نفهمیدم. خیلی ممنون، ببخشید آقای عباس‌زاده زودتر شما سوال. استدعا میکنم. ببینید آقای نجاتی نکاتی رو گفتن که خب البته وظیفه شون هست، یعنی یک مسئولیت دارن، مأموریت دارن که به نحوی از آنها به هر قیمت بخوان دفاع کنند از ساختار سرکوب، از سیستم سرکوب، جنبش اعتراضی مردم رو آشوب بخوانند و بنامند. ببین مردمی که حسب همون قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به یک نارضایی به نارضایی بدون اخذ مجوز امکان حضور بایستی داشته باشن، البته بدون حمل سلاح، و تمام جوان ها بدون حمل سلاح بودن. البته آماری که رئوف یه لحظه ناخودآگاه از دهانه در رفت گفتی که بر حسب آمارشون 200 خوردی، ببین اصلا به آمارهای مراکز آماری نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی که نمیتونیم مشروعیت بدیم. ما فقط 108 کشته در یک روز تو زاهدان داشتیم. اصلا آمار همون آمار 700 خورده یو مینیموم 500 نه 250. 9 ماه طول کشید تا این آمار آبان 98 رو بدن، آمار 1500 نفر رو که اونم دیگه آخرش فهمیدیم که چه شده. اینی که اصلا واقعا چون نظام از جهت مدیریت سیاسی و حکمرانی مشروعیت ریخته هست، منابع اطلاع رسانیشون منابع مورد معتبر شهروندان نمیتونه باشه.
تو روز روشن چشم کور شدن و ساچم خوردن به چشم ها رو منکر می شدن و بخشی از جوانانی که چشمشون رو آسیب دیده بود کمپین یا پویش ایجاد کرده بودن که نگید دروغ میگیم اینم چشم ماست. شما اصلا ما هیچ یعنی زبان مشترک نداریم با مدافعان سیستم سرکوب جمهوری اسلامی. نکته پایانی که میخوام بگمشون چون میبینم بعضا به من خیلی یاد در اتاق دیگه هم از این طیف ها یه طعنه میندازن که مثلا فلانی گفته بود این انقلاب در جریان اینم دو سال دیگه تمومه. الانم میگم جمهوری اسلامی به مثابه یک نظام حاکم یک جنازه ایست که بر زمین مانده و متعفن شده و دست‌های مردم دموکراسی خواب به زودی اونها رو فقط دفن کنه. جمهوری اسلامی عزیزان قدرتی به این معنایی که شما تو ذهنتون بوده انگاره‌های ذهنی می‌ساختن که نظامی که بشار رو نگه داشت می‌خواد با چند تا جوان بیفته. بله نظامی که به لحاظ گفتمانی افول محتوایی پیدا کنه مشروعیت شکسته بشه یا فروپاشی میکنه یا همون نسل مهساها نسل رنسانسی مجید رضا رهنوردها نسل جوانی که در مرغداری کار میکرد و کاراته میدانست و به کودکان کار کاراته میآموخت و وسایل رو از خانش گرفتن گفت آقای قاضی اینا لوازم ورزش منه. خشونت و آشوب رو ملت نکردن، خشونت و خصومت رو مقداریش رو نظام بسته‌بندی شده به جامعه تحمیل خواست بکنه، هر از گاهی الانم میکنه، نیاز داره. ببینید چی جوری بعضا میرن، من نمیخوام اسای ادب کنم به ساحت جان باختگان جنگ 8 ساله شهدایی که برای وطن رفته بودن، چی جوری دقت کرده باشید جمهوری اسلامی هر از گاهی میره استخوان و اینها رو میاره و دوباره به تناسب زمان حالا یا عاشورا یا محرم یا نمیدونم یک تنش‌های اجتماعی که شده یه جوری جنازه بازی میکنه. اصلا نبردها و آشوب افکنی‌های مدیریت شده نهادهای امنیتی یکی از کارکردهای نظام بحرانزا و بحرانزیه، چیزی که اول مطلبم گفتم. این ملت ملتی که برای محساب خیابان اومده بودن و حتی از پدران و مادرانشون متفاوت تر بودن پیایند مهسا غزاله ها بودن، مهران سماک ها بودن، نسل رقص و عاشقی بودن، نسل خراف زدائی ساحت دینداران و دینکاران بودن. به اینها آشوب نمیچسبه، آشوب مال کسانیست که به تعبیر رئیس جمهوری که نظر آقایتان بهش نزدیک تر بود جمعی گروه امنیتی های فاسد بودن که دست به این کار می زنن. اینها رو دور کمی دیر شده مردم فراموش نکردن. این روز روشن هست، رئیس جمهوری که عزیز کرده بود برای شما نظر آقا به رفیق 60 ساله رو پای اون قربانی کرد، عناصر فاسد امنیتی رو اون رئیس جمهور رونمایی کرد. خود بخوانید حدیث مفصل از این مجمل. پس این ملت نجیب رو آشوب نخوانید. اجازه بدیم من یه جملات کوتاهی رو عرض بکنم و بعد دیگر بزرگواران رو بشنویم. من فقط حالا فارغ از اون نوع فرمایش آقای عباس‌زاده که میفرماین مأموریتی هست، من در مورد آقای عباس‌زاده اینجوری فکر نمی کنم و معتقدم ایشون دغدغه‌مند هستن و نظراتشون نظرات فردیشون هست. اما برای یادآوری عرض بکنم که در از سال 78 امروز چند سال گذشته. در سال 78 که نماینده اون وقایع امروز اتفاقا رو استیج تشریف دارن جناب آقای محمدی، همین فرمایشات مشابه جملات آقای عباس‌زاده که انقلاب در جریان است و جمهوری اسلامی هم رفتنی است و کار تمام شده است، در سال 78 امسال آقای محمدی میگفتند آقای عباس‌زاده. از اون اتفاق فقط حساب کنید چند سال گذشته. متشکرم. این واقعه هرچند که ببینید انقلاب زن زندگی آزادی یک رویداد در واقع بالنده شده ی جریان های پیشینی خیشه، از 78 88 دوباره اون بازه زمانی به ناگهان پایین میاد 96 میشه و 98 میشه و 1401. این سلسله ناایستایی است، نظامی که جناب آقای نجاتی
من که سر عناد شخصی با شما که ندارم که، اما از این که دل خوش کنی که هر ساختاری در طبیعت بر همون منوال میمونه، این اصلا برخلاف قوانین طبیعته. شما در اشاره کرده بودم نبودی، در دیپلماسی التماسی کشتی هاتون میره در سیاست تهاتوری با کشورهای نفت و انرژی میده و کشتی ها خالی برمیگرده، باج میدند و بی آبروی عالم خاص و عام شدند، نفت میفروشند و پول 11.5 میلیارد، نمیگم کره، نمیگم ژاپن، عراق بغل دستی نمیتونن بگیرن، و رسانه رسمی تحت امر رهبری نظام حسین شریعت مداری کیهان، برید ببینید، من نمیگم اینا رو، تو روز روشن به قول اون عزیز محصور ظلم میزنه به دوربین و دروغ میگه و میگه که همه چی گل و بول. ملت میگن بابا اگر همه چی اینقدر گل و بلبلیه چرا ما حس نمی کنیم؟ بدون پیوستن به FATF، بدون احیای برجام، ای ملت دیدید نفت ها میفروشیم و پول ها سرازیر کرده ایم؟ خب دروغ شاخصه نظام فقهایی است، و ادامه این روند همون چیزی رو که شما الان از 78 به ما خورده گرفتی، دیر یا زود این نسل زد، نسل نجیب سختی دیده خانواده های 6-7-8 فرزنده نیست، نسل تک فرزندی است که زبان عاشقی و جهان دیجیتال رو توش زیست کرده و اون میدونه که چگونه بایستی ارکان و آرمان نظام ظلم رو به زیر بکشه، حتی اگر بالاتری مقام بیاد حکم قتل بده، بگه به خاطر اخافت الناس باید کشته بشه طرف، حتی فارس بیاد، خبرگزاری فارس، و از شب قبل اعدام محسن شکاری فیلمی رو ازش نشون بده که بزرگترین گناهی رو که گمان می بردند گناه هست، این بچه رو در حالت حالا تا پای دار بره چه بود که نمیدونم، سیگار کشیدنش رو به مسابقه یک نقطه منفی نشون می دادن. ببین از تیر آه مظلوم ظالم امان نیابد، شک نکنید دور فلکی یک سره بر منهج عدل است، اینا شعار نیست، من به یک عدالت در بطن همین طبیعت اعتقاد دارم. فکر نکنید این همه رو بیگناه اعدام کردند و کشتند و اسمشو آشوب بذاریم و بگیم که جمعش میکنیم، جمعش کردیم و... نه، اینها تاریخ زیاد از این چیز، به تعبیر استاد آخرین عبارت من باشه، یگانه ی آواز ایران زمین استاد محمد رضا شجریان 15 سال و 35 سال و 44 سال برای تاریخ خیلی کوچک و کوتاه است. امید آن دارم که رسوای خاص و عام نشه. آقای عباس‌زاده حتما فرمای شما دقیق درسته، بله ممکنه جمهوری اسلامی مثلا ظرف 400 سال آینده سرنگون بشه، ظرف 40 سال آینده اون که آرزوی خامه، ظرف 4 سال آینده ممکنه سرنگون بشه، ما داریم در مورد یک ماه دیگه با هم صحبت، یک ماه که اون که قطعاً که ملت رو خواهید دید، اول اینکه جمهوری اسلامی 400 سال که گفتیم اون که جز اینکه ایران نباشه، اونو قبول دارم، با هر روز ملت ایران، این آخرین عبارت منه در پاسخ به این جمله زننده ایشان که میدونم موی اندام عدالت در جامعه ایران به لرزه میفته که اگر یک چنین نظام فاسدی بخواد گره بخوره برای یک 400، جز اینکه ایران نباشه، هر روز بودن جمهوری اسلامی یعنی ویرانی و افول و زوال اصل ایران زمین، شک نکنید این رو، و به تعبیر مرحوم بختیار بله اینها مأموریت داشتن که ایران رو ویران کنن. تشکر میکنم جناب آقای عباس‌زاده، یا از مردم ایران در اونجا استفاده میکنیم حتما از نظرات شما. برگردیم از سعید سرودگان رو بشنویم، اگه کامنتی هست ناظر به صحبت های سعید سرودگان، کیا جان حتما خدمت شما برسم، آقای عباس‌زاده ورود میکنم، بفرمایید آقای سرودگان. پیشا پیش من استدعای برادران دارم که به عزیزان جانباخته ما در جنبش زن زندگی آزادی کوچکترین اسای ادب بخواد بشه از سوی ایشون، من تحمل ندارم و قطعا برخورد ناخوشی صورت خواهد گرفت. تشکر از آقای مجد فخری و تشکر میکنم از تذکر آقا ماشالله عباس‌زاده. بله هیچ کس اینجا قصد توهین خدا نکرده نداره، همه ما ایرانی وطنیم و جانم.
آقای رایان عباس‌زاده حالا به هر حال اگه اینو تذکر دادن یه جوری بود که گفتیم حالا چون جمعیت هم هستن اینجا کسی ناراحت نشه، منظور شخصی نبود اصلا. به هر حال من دعوت کردم که به هر حال صحبت کنیم و استدلال کنیم، حتما ورود میکنیم. نه قصد مفاهمه داریم بفهم. اصلا قصد خواهش میکنم بفرمایید. نه نه منم گفتم که حالا اصلا قصدی برای آقای عباس‌زاده یه جوری از اهانت و اینا میگن ناراحت میشم که انه او چت رو نمیبینن. سعدی براندازان غافل از چتم. نگاه نمی کنیم واقعا ما رو استیج استعمال می کنیم. عزیزانی که تو چت رو می نویسن واقعا واژه هایی که نامانوس رکیک باشه برای هیچ شک به کار نبرید. میدونم نه بذار راحت باشم بالاخره هر کسی نشون میده با نوع سخنش با نوع رفتارش نشون دهنده است. من نمیدونم از کجای اتاق بودی آقای ستودگان، بذاریم ما یکم محتوایی وارد بشیم. من معذرت میخوام به اندازه کافی وقت، من از مکس عزیز خواهش میکنم آقای ستودگان وقت کافی داشته باشم. من نمیدونم از کجای اتاق وارد شدین، تحلیل متفاوتی بود در سالگرد پیش رو که به هر حال نظرات متفاوتی از دوستانی هستن که معتقد هستن مطمئن هستن اتفاقاتی شبیه پارسال خواهد افتاد و غیره. یه مقدارم تحلیل‌های دیگه بود بر اساس حالا من خودم داشتم بر اساس مستنداتی که وجود داره، اینم دریافت‌هامون از خبرگزاری‌های داخلی و بولتن‌های خبریه که بیشترشون هم از طرف سپاه پاسداران بود، هزینه‌هایی که کردن، هزینه‌های مضاعف و اینجور چیزها. متاسف هستم که بگم که از منظر کسی که قائل به عبور از جمهوری اسلامی هستم با دستگیری‌هایی که انجام شده شرایط مناسبی نمی‌بینم که مردم بتونن این دفعه حضور پرشور داشته باشن. اما در ادامه من معتقد هستم که و دوستان دیگه، حالا آقای فروزنده هم کمک کردن به بحث، امیدوار بودم شما زودتر بیان و میشنیدین، که اینجوری نیست که امکان این که مردم به صورت خودجوش بعد از افزایش قیمت بنزین و فشارهای اقتصادی به خیابون بیان و اون اتفاق یا جمعیت میلیونی که خیلی ها منتظرش هستن اتفاق بیفته. حالا این رو فقط ولی خب مستنداتی ارائه نکردن. تحلیل این چنینی بود. یک تحلیل میانه‌ای هم بود در این رابطه که آقای عباس‌زاده ما اینجوری صحبت کردن و خیلی از عزیزانی که روی استیج هستن به این با این تحلیل که حالا مراسمی برگزار میشه، درگیری‌هایی هم محدود ممکنه ایجاد بشه، ولی خب معتقد هستن اتفاق جدی که باعث به حالا قیام ها و شورش های مقدس در خیابان بشه، چون من شورش بدم نمیاد، اصلا تفکراتم چون چریکی هست اصلا مخالف شورش و شورش رو مقدس میدونم، موافقش هستم. همین دلیل میگم شورش هایی در خیابان ممکن اتفاق بیفته مانند پارسال. این مجموعه صحبت هایی بود که حالا خلاصه گفتم، تحلیل شما رو میشنم. ممنونم از شما، ممنونم از رئوف عزیز. بله حدودا در جریان مباحث مطرح شده در اتاق بودم آقای رئوف. من یه ذره رک صحبت میکنم و یه ذره روشن و تحلیلمو اینجوری میگم که رئوف قصدش این بود که روغن ریخته رو نذر امامزاده کنه، اما گویا دوستان هنوز میخوان بر همون روش و خلاص تاکتیکی که از پارسال داشتن و طبق توهمات پیش رفتن طبق همون پیش برن. این رئوف اتفاقا داره واقع نگری میکنه و میدونه که اصلا هیچ اتفاقی در کف خیابون نمیفته و میخواد این روغن ریخته رو نذر امامزاده کنه، بگه آقا دستگیری ها بوده فلان بوده اینها، ولی آقایون میگن نه خیزش میلیونی اتفاق خواهد افتاد. ببینید پارسال ماجرای خانم مهسا امینی که خدا رحمتشون کنه به وقوع میپیونده، تبدیل به یک خشم عمومی میشه، بسیاری از افراد حتی از طرفداران نظام جمهوری اسلامی هم ناراحت میشن از فوت سرکار خانم امینی و اون حجم از خشم، اون مقدار از نارضایتی و اون مقدار از عرض کنم خدمت شما همیت جمعی، اگر اشتباه نکنم طبق
گزارش رسمی وزارت کشور در شلوغترین روز اعتراضات، در شلوغترین روز نزدیک به 80,000 نفر اومدن توی خیابون، طبق گزارش موساد اگر اشتباه نکنم نزدیک به 300,000 نفر. یعنی اون خشم بسیار زیاد عمومی که مردم رو هیجانی میکنه ته تهش تبدیل میشه بالاخره یه عدد بین 80,000 تا 300,000 نفر در کف خیابون ها که حالا اتفاقاتی میفته. این در چه زمانی هست که مردم خشمگینی که قصد اعتراض، براندازی یا هر اسمی که بخوایم روی اون کنش کسانی که کف خیابون اومدن بگذاریم، این هست که هنوز یک سری ماجراها و اتفاقات برای اینها روشن نشده. این مردم هنوز ندیدن که یهو یکی مثل حسین رونقی گفته میشه که در زندان هست، دستگیر میشه، پاهاش قطع شده، بعد یهو میاد دو هفته بعد با پاهای سالم. این مردم هنوز ماجرای دعوای خیلی بگم خجالت آمیز بین اپوزیسیون رو ندیدن. حتی اگر این مردم جزء طرفداران مثلا براندازی باشن، یعنی حتی جزء دست معترض هم خارج کنیم، بگیم آقا 300,000 نفر اصلا اومدن گفتن که آقا حکومت باید بره، این مردم هنوز یک سری حرفای رو نشنیدن و توی اون جو هیجانی یهو بهشون گفته شده که پولاتون رو از بانک بکشید بیرون، نظام جمهوری اسلامی سقوط میکنه. و الان بعد از یک سال فکر میکنه پیش خودش، میگه یعنی واقعا ما چرا پیش خودمون فکر کردیم اگه پولامون رو از بانک بکشیم بیرون جمهوری اسلامی سقوط میکنه؟ ماجرای مثل آنانیموس بود، چی بود؟ گروه هکری هنوز به وجود نیومده که قرار بود در یک شب تمامی نمیدونم سیستم های هوشمند جمهوری اسلامی رو هک کنه. و مردم تون جو هیجانی یهو یک خبری رو میبینن که اینترنشنال و مابقی رسانه های اپوزیسیون میگن مسئولین جمهوری اسلامی دارن با هواپیما از کشور خارج میشن میرن ونزوئلا. میبینن الان بعد یک سال جمهوری اسلامی دلار 25 تومانی رو کرده 50 تومن، مستقرم نشسته، آقای خامنه‌ای هم تو دفترشه، آقای رئیسی هم تو دفترشه، اونایی که دارن میرن اربعین دوباره دارن ساکاشون رو جمع میکنن، 5 میلیون 6 میلیون از ایران لبیک یا حسین میرن کربلا و اینا همه سر کارن که اینا اصلا تکون نخوردن که. چرا اینا سر ما رو شیر مالیدن گفتن خیزش میلیونی؟ چرا ما رو گول زدن گفتن یه هول دیگه بدید یه خامنه ای رفته؟ آقا گویا اصلا اینا با 10 تا هول هم تکون نمیخورن. امسال سال خونه سید علی سرنگونه رو کی گذاشت تو دهن ما؟ مستقرن همشون که. همه این اتفاقات که من چند تاشو فقط به عنوان نمونه مرور کردم و عرض کنم خدمت شما که تعدادش بسیار زیاد بوده، از ماجرای اونم وکالت میدهیم و اسماعیلیون با پهلوی، پهلوی با علی نژاد، علی نژاد با این، یهو سالومه میاد میگه مسیح علی نژاد اینقدر پول میگیره، اصلا بابا شما همه خونات شما کشته میشید، خونهای شما میشه پروژه های پول در آوردن علی نژاد. یعنی فضاحت بار آمده از پاییز 1401 تا امروز در جریان اپوزیسیون به مقدار سابقه 40 و چند ساله نظام جمهوری اسلامی اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی فضاحتی که در این یک سال بالا اومد، که وقتی این فضاحت بالا میاد تا اثرات اجتماعی داره روی بدنی طرفدار، باعث سرخوردگی میشه،
شما به عنوان یک طرفدار نظام جمهوری یک لحظه سعید ستودگان به عنوان یک طرفدار نظام جمهوری اسلامی یک لحظه سعید ستودگان گوش بده یک لحظه خواهش کردم ازت یه سوال پرسش دیگه چرا دل می‌کنی من به یک نقطه برسم من حتما فرمان شما رو عرض می‌کنم مدیر کل ارشاد و سعید جلیلی و اینا برای شما افت شخصیت نمیاره فقط مسئله نجات میاره به نقطه برسم آقا ماشاءالله من به یک نقطه برسم حتما در خدمت شما هستم شما همه رو به نقطه جوش میرسونی نمیذاره به نقطه بکشونی من دارم تحلیلم عرض می‌کنم آقای نجاتی قشنگ گفتن اگه میخواید منبر یک طرفه باشه شما ایرانی‌ها خارج از کشور همه کسانی هم آخه ایرانی‌های داخل کشور کسی نیست تو کلا بزرگوار شما که جنازه چوبی آوردی دور چرخ چرخ دادی که پروسوی خاص اون بود دیگه از اون چیزی مونده برای شما باعث انرژی ما شد حقوقش چربه حقوقش چربه آقا مهراب یه لحظه اجازه بدید رئوف جان اگه امکانش هست مدیریت کنه من آقای مکس فخری هستم من خواهش میکنم از آقای عباس زاده من خواهش میکنم بعد از سعید من نکاتی رو دارم یادداشت میکنم آقای عباس زاده شما هم همچنین ما بعد به پاسخهای محتوایی بدیم هم وقت آره. هست ادامه بدیم بله ما جایی نمیخوایم بریم دعوا هم نداریم با هم دیگه داریم با هم یک مفاهمه رو انجام میدیم البته ما با شما مفاهمه نداریم ما با شما محاکمه داریم حالا فعلا که ما آقای عباس زاده کف تهران نه الان من درب پنجره خونه رو من باز گذاشتم هوا سعید ادامه بده صحبت تهران مستقر آقای عباس زاده الان که شما رو دعوت میکنه و پنهانی معاشقه میکنه ما سر مهر نداریم شما خونشوران جوانان ما من آقای عباس زاده واقعا اصلا همچین چیزی نیست اصلا همچین موضوعی نیست آخه من به نقطه برسونم الان یه حال میخوایم آره میخوایم ببینیم که جریان رو چجوری تحلیل میکنه این سالگرد رو که من پاسخ ها رو بدم و شما پاسخ ها رو بدین اگه بخوایم به مسائل خودش بپردازیم که حالا میتونیم بپردازیم در ادامه الا ایوهان ما میبینیم که همه اینها رو باید بذاریم میگم کنار هم دیگه و به امروز برسیم به تاریخ امروز که آیا امسال در سالگرد مثلا اتفاقات سال گذشته اتفاقی میفته یا نه جامعه رو که نگاه میکنیم خشم عمومی به وجود نیامده است مثل ماجرایی که برای خانم امینی به وجود اومد بدنه ای که میخواد بیاد توی خیابون و مثلا ناامنی خیابانی ایجاد بکنه خب اونها که همه دچار سرخوردگی شدن همه دچار ریزش بدنه شدن اختلافات درونی پادشاهی خواب سلطنتی طلب نام سلطنت طلب به جمهوری خواب سازمان منافقین به وضعیت خود جمهوری اسلامی رو نگاه میکنید نمیدونم مکرون 2 ساعت منتظره که تو صف تلفنی با آقای رئیسی صحبت کنه بعد رئیسی اینور پیغام میده رجوی اینا رو با اردنگی از آلبانی میندازن بیرون اون بساط سازمان منافقین رو جمع میکنه اینور آمریکا التماس میکنه که آقا پولاتو آزاد میکنم تو رو خدا 4 تا زندانی بده به من ماجرای عربستان که بالاخره مشخص شد همه اخبار رو دنبال میکنن وضعیت فوق‌العاده بدی برای جریان اپوزیسیون هست و میرسم سر جمله اولی که گفتم که رؤوف اتفاقا خیلی عاقلانه داره روغن ریخته رو نظر امامزاده میکنه میداند در ایران هیچ اتفاقی نمیفتد هیچ ناامنی اتفاق نخواهد افتاد کسی هم اگر مثلا بیاد کف خیابون همون اول کار نیروی امنیتی خلاصه جمع میکنه میبره میگه پارسال بود من عفو دست جمعی دادم امسال خبری از عفو دست جمعی نیست و اشد مجازاته میبرم به عنوان خلاصه هر چیزی هم برخورد میکنم افراد بسیار زیادی پارسال دستگیر شدن همشون براشون سوء سابقه های امنیتی شده اینا تا پایان زندگیشون دچار مشکل شدن خب اینا هزینه هایی هست که پارسال اپوزیسیون گذاشته رو دست طرفدارانشون به همین خاطر وضعیت امسال با وضعیت پارسال به هیچ وجه حتی 1% قابل مقایسه نیست و پیشنهادم به بزرگوارانی که در جبهه خلاصه اپوزیسیون و ضد انقلاب اسلامی ایران دارن فعالیت میکنن این هست که همین دستفرمونی که رؤوف داره ادامه میده اتفاقا خیلی دستفرمون عاقلانه‌ایه اتفاقی که نمیفته پس ما بیام آقا روغن ریخته رو نظر امامزاده کنیم بگیم جو امنیتیه نمیدونم اسلحه ها خریده شده بسیجی ها نمیدونم جیباشون پرتوفنگ شده این پس به نظر من به خاطر سرکوب شدید مردم بیرون نمیان این تحلیل من بود شاید هم اشتباه باشه شاید هم درست باشه اما رؤوف جان
ما بقیه بزرگواران، من هستم در خدمتتون که با هم دیگه بتونیم صحبت کنیم. خیلی متشکرم. مکس اجازه هست من یا آقای عباس‌زاده شما من فقط روی سخنم با مخاطبانی است که پایین نشستن، من پوزش میخوام از عزیزانی که به من یه فرصت بد بدید. حتما میتونم ازشون هست عزیز. من یک عذرخواهی سراسری از همه مخاطبان بکنم که آزردگی شما رو در چت روم دیدم به خاطر حضور کسانی که نه تنها میگن خیلی نمیدن به درویش، سنگ میزنن به کشکولشان، بی احترامی میکنن همه رو، از چون خودشون در پروژه نفوذ اسیر نهادهای امنیتی بیگانه شدن، فکر میکنن که جنبش مطالباتی ملت ایران فقط با یک رسانه مثل ایران اینترنشنال تعطیل بشه یا برجسته بشه، تحت تاثیر قرار میگیره. فارغ از این هستن که ملت ایران با یک انزجار بالایی نسل جدید همه ارزش ها، مفاهیم و مزامین نظام ساخته جمهوری اسلامی رو بالا آورده و پس رانده. چه من بگم چه نگم، دیدیم که جوانان در خیابان ها چه کردن با مقدس ترین چیزهایی که در ذیل همین نظام به این نسل تحمیل شده بود، چجوری دست رد زدن، سیلی زدن بر از عمامه گرفته، از نهادهاتون گرفته تا نمادهاتون گرفته. حالا هزاری بیاید با میلیاردها تومان بودجه در تلویزیون بشینید در حسینیه محله اون نمایش شرماور رو برگزار کنید. آقا معلا نه محله، مردم شما پس رانه. حالا هر چیزی آقا ماشالله معلا اسمش حسینیه معلا، من اشتباه لفظی پیش اومد، کسی برای من رسونده بود یا آدمی بود که اطلاع نداشت، حداقل با صد بار بخندید. حالا خیلی فرمول فیزیک کوانتوم نبود که مثلا اینقدر براتون ارزشمند بوده که تماما یک جل جور جفا به یک ملت و این نونخوری و این پول زرندوزی و با این تبسم تمسخر، اینها نون در خون نوید افکاری ها و ندا آقا سلطان ها و پویا بختیاری ها کردنه. شما اگر ایرانی هستی نمیتونی نسبت به پویا بختیاری که تکدیر انداز زدتش و هیچ پیگیر نباشی. شهید ملت ایران اینا هستن. حالا واقعا از این شعارها خسته نشدی آقای عباس زاده؟ نه تنها خسته نشدیم، درد هر روز ماست، هر روز سوگ. اگر شما برای 1400 سال پیش خسته نشدید و سوگواری میکنید، ما برای هموطنانمون سوگواریم. اینقدر هم پیگیریم که قطعا شرمساری شما رو هم خواهیم دید. همیشه این نیست که برای اسب قدرت بشینی و فعلا بخندی و بگی فلانی که راه دوره و غریبه در قدرته. خیر، همه چیز به زودی پدیدار میشه. آقا رایانی شعار با جناقی بده، شاید خوششون بیاد. خب اگر مکس عزیز اگر هستی روف میخوایی که اول بگی من خیلی کوتاه میگم، چون من در ببین الان من به نظر خودم، حالا دوستانی هم که ناراحت هستن و اینا نمیدونم برای چی ناراحتن، من متوجه نمیشم. بس جای خوبی داره میره. دوستان کی ناراحته؟ منظور شما بخش مخاطبان چطرومو میگی؟ بله مشخصی که ناراحتم. یک انسانی که تمام قد مدافع یک نظام ظالم کودک کشه، مگه مردم آقای رئوف اجازه، مگه من مردم کیانو فراموش کردن؟ برای شما داره نه فراموش نمیکنم، ما هم عصبانی هستیم. من صحبتام اگه بکنم من عصبانیتو نمیبینم، من در شما مغازله و معاشقه کلامی میبینم. اینو آخه شما به هم پیشنهادش رو یه لحظه اجازه بدین. نه پیشنهاد خود شما و بزرگان و دوستان بود، از جمله جناب آقای خادم، شما، همین عزیزان به من بود، چون من آدم عصبانی هستم. پیشنهاد این بود که مدارا کن و سعی کن ادب رو رعایت کنی و اینجور مسائل. آقای وظیفه شناس همچنین ایشون به من پیشنهاد کردن، نصیحت کردن، همه از من بزرگتر، منم دارم همون کارا رو میکنم. معاشقه من اصلا با بلد نیستم، نمیدونم. ولی پوینتم اینه که ما برگردیم به موضوع. ببینید خب این نظرات یه آدمی که علاقمنده به جمهوری اسلامی، دفاع میخواد بکنه، تلاشش داره، تمام تلاشش رو میکنه، مردم هم دارن نگاه میکنن، مدافع چیه؟ جونمون رو میدیم رو، جونش رو میخواد بدادی، حالا هر چیزی باشه، حالا اصلا جون جوانان وطن رو هم میگیره، آدم کشی هم میکنه. با این غلط بازداری این حرفای شما همه میدونیم ادا هست. تو رو خدا ما اومدیم اینجا بحث جدی من بگم نکاتم و سعید جدی بشه، من بگذاریم از اینا، بذار من صحبت کنم. سعید ستودگان، تو تلویزیون نشستی و جنازه زیر خاکی در میاری، میچرخونی، عشق میستانی، من ادا در میارم. به شهدا توهین نکنید آقای آمون، اصلا اون کار شما توهین بود به شهدا. توهین نکنید لطفا. شما هنوز اسم اون برنامه رو بلد نیستی، یه چیزی تو بک چنل برات مینویسم میخونی دیگه. ادا در نیار آقا ماشاءالله.
اگر شما واقعا سر حرفت بودی برمیگشتی، مگه نگفتی من فردا منم بلیت میگیرم میام کو؟ شما اگه واقعا اهل کار تشکیلاتی بودی بلیت میگرفتی تو همین امارات میومدی بغل که نظام، نه اینکه فرار کنی، نظام آدم ربای بچه کش بیاد یکی دیگر آقا بکشه. شما اگر اجازه بدین آقای عباس‌زاده من یه خواهش کنم، آقای ستودگان بفرمایید، آقای ستودگان بگذر از این ماجرا، اون مایکو اگر ممکنه مایکو ببندین آقای ستودگان عزیز. آقای عباس‌زاده اگر شما اجازه بدین من یه دو تا نکته یادم قبل از اینکه یادم بره بگم، چون نظر خودمه و مهمه این تعریف نشه اینجور آب ما روغن ریخته رو نظر امامزاده نکردیم، یک موضوع واقعی رو داریم میگیم و گفتم مستنداتی رو ارائه میکنم، همین الان بالا میذارم از خود حاکمیت جمهوری اسلامی که چقدر سعی کردن متمرکز باشن و چقدر سعی کردن افزایش نیرو بدن، چقدر هزینه کردن، چقدر درخواست بودجه کردن. الان که سپاه دیگه عملا میتونه بره نفت بفروشه، تصویب شد و بدهیاشو میخوان، نمیدونم بدهی چرا دولت چرا اینقدر بدهکاره به سپاه و این ماجراها هست، اینا واقعیت ماجراست. های ستودگان ماشین های آبپاشی که خریداریشو جدیدن و این مسائلی که الان پیش رو هست، حاکمیت تماما داره نشون میده و پیشنهاد پلیس محلات و کنترل امنیت محلات دست بسیج محلات باشه، این که سالها بوده در سپاه پاسداران، الان دیگه با این شرایط دیگه تصویبش هم میخوان بکنن و عملیش میکنن، اینا واقعیته. بس من چیزی رو نگفتم، تحلیل من همون ابتدای صحبت که شما نبودین آرزوم این بود که تمام تحلیل های من، تحلیل دوست عزیزمون که اینجا بودن همین پخش زنده یادم رفت آیدین باشه که معتقد بود که ممکنه همین سالگرد به هر حال جمعیت میلیونی تو خیابون بیاد و کار جمهوری اسلامی تموم بشه. اینایی که میگم میخوام دوستان یادشون بیاد. ببینید واقعیت قضیه اینه که مدت هاست یه دوستی اینجا بود به اسم دکتر بهشتی، تلاش میکرد که اپوزیسیون رو یه مقدار انتقاد کنه و بگه مسیر رو دارین اشتباه میرین. این آقایی که الان صحبت کرد، آقای ستودگان، یک نمونه ای هست از یک مجموعه ای. میگه من جونمو میدم. چجوری جونشو میخواد بده؟ اینجوری که وای نمیسته که. مطمئنن اسلحه میگیره دستش و اون لحظه آخر حتما میخواد وایسه. بعد شما میخواین چجوری از این آدمایی که الان اینطوری قرارداد دارن و قرار دادن خودشون رو تو این مجموعه تعریف کردن، از اینا چجوری میخواین؟ من آقای خادم امیدوارم مایک داشته باشه. ببینید ما این صحبت ها رو کردیم ولی نمونه زنده و واقعیش رو داریم. خیلی حرف درسته. خب خیلی حرف درسته. حالا من اجازه درست میخوام بدونیم که خب چه جوری میتونیم از اینا ما پیشنهاد این چیزیه که مردم احساس کردن، نه همه مردم، همون کسی که آقای عباس‌زاده خیلی علاقمند هست و دوست داره ایشون هم احساس کرده. حالا رفتن آقای عباس‌زاده. خب رئوف جان آقای سوری یه بس دیگه، یه لحظه امیر بگو، یه لحظه اسخای میکنم. ببین من دیگه بله بله ببین مگه شوروی مردم با اسلحه حکومت شوروی رو سرنگون کردن؟ آقا چرا فکر میکنی لزومن باید اصلا؟ من اتفاقا میخواستم همین حرف رو بزنم. آی ستودگان این تحلیلی که میکنن خب منه که نمیتونه متهم بکنه بگه خارج هستی و نمیدونی و والا اون چیزی که من از اطرافم میبینم اگر به مردم باشه همین یه دقیقه بعد میان تو خیابان. اگر چیزی مانع میشه ببینید یه دونه همون بحث سرکوب، بابا شما بالای 500 نفر رو کشتید، یه نفر هم گردن نگرفتید، چند نفر کور شدن، چند هزار نفر بازداشت شدن. خب طبیعیه، یعنی تو من نمیدونم این چه نوع. ببین آقای ستودگان من یه بار دیگه هم یکی دو ماه پیش بهت گفتم، یعنی شماها اگر 10 نفر مثل شما در مفرد صحبت نکنه آیه وظیفه شاست لطفا. نه آقا من بهت گفتم و اینا نه بهتون گفتم لطفا اینجور صحبت کن. حالا تو مایکتو ببند. من آقا میگم تو نگوید، شما ادب و رعایت کنید حداقل. سعید اذیت نکن دیگه، داریم صحبت میکنیم. نه اصلا نداره مسئله این سیاره تو شما نداره که به هر حال صحبت دیگه تو رئوف جان ایراد نداره. آقا حق داره دیگه، ایشون حق دارن، حق با ایشونه. بنابراین اگر من نمیدونم چرا آقای عباس‌زاده ناراحت میشن، اگر فقط 10 نفر مثل شما آقای سعید ستودگان در فضای مجازی
باشن اینجوری صحبت بکنن، اون اتفاقی که این دوستان ما به دنبالش هستن به سرعت میفته. یعنی چنان شما و برخی از دوستانتون مردم رو از ما حمایت کنید دیگه، از ما حمایت کنید، ما دوستان دیگه من که حمایت میکنم، من که همیشه شما رو رو استیجا میارم. اتفاقا من الان نمیدونم آقای عباس‌زاده از چی ناراحت شد. ببینید این که حقیقت ناراحت میشه آقای عباس‌زاده، یه استیج یه طرفه میخواد. ببین من ایشون یه بار دیگه مایک باز میکنم میفرستم پایین، چون ایشون اصلا توان گوش دادن ندارن. من خواهش میکنم که نه کسی رو اصلا کسی رو پایین نه آقا مایک باز نکنید. آره دیگه پس سعید اینا بگم نه تو صحبت کن سعید، باز نکن مایکو، میخواستم اینو بگم آقا مایکو باز نکن. بعد نه اگر مایک باز بکنه باید بره پایین. آره دیگه آره دیگه اون خود تصمیم میگیری تو بعد بیاد بالا، لازم نیست به من بگی امیر جان، شما اینجا خود تصمیم میخواستی بگیری بگی. و اینم بگم که آقای عباس‌زاده گفتن، چون گفتی اینا آقای عباس‌زاده یه کاری براشون پیش اومده، تا دقایقی دیگه دوباره به ما برمیگردن. بله مرسی. میگم حالا خب دیگه پس حل شد. ببینید این که ایشون میاد اینجوری تحلیل تخیلی میکنه، نمیدونم مردم فهمیدن که نمیدونم، نه اینجوری نیست. ببین این که هم تصور بکنیم تمام مردمی که اومدن خیابان به دنبال براندازی حکومتن، اینم نیست. میدونید مشکل ما یکی دوتا نیست آخه. ببین از این ور با این آقایون مشکل داریم، از یه طرف هم یه عده بیرون از کشور هستن انگار در یک دنیای دیگری سیر میکنن. بنابراین ببینید دوستان، من خیال شما رو بذارید حداقل تحلیل خودم رو بگم. چنان اوضاع ناجوره، چنان وضعیت خرابه، اگر اینا به سرعت نجنبن یعنی هیچ چیز نمیتونه اینا رو حفظ بکنه. خیال شما نه نیاز بشینید برنامه ریزی بکنید، برنامه ریزی که در این 43 سال کسی نکرد. فقط اگر از بیرون عذرخواهی میکنم مزاحمت ایجاد نشه، اصلا ناگزیر این اتفاقات. میگم مگر اینکه جمهوری اسلامی بخواد دست به انتخابای سخت بزنه، که با شناختی که از این حکومت داریم بعید به نظر میرسه. یعنی خواستم بگم ایشون دارن اینجوری صحبت میکنن، با مردم تو زندگی روزمرهشون موندن. یعنی تا کی؟ الان شما این بحث بنزین و رعوف جان مطرح کردی، بله این یک مشکلیه که جمهوری اسلامی باید باش روبرو بشه. الان گرون نمی کنه، 6 ماه دیگه گرون نمی کنه، تا ابد که نمی تونه. این یکی از ده ها مشکلشه که هیچ راه چاره ای هم براش ندارن. بنابراین اینجا با خیال آزاده بله خیلی من خواستم به آقای عباس‌زاده بگم با خیال راحت آقای عباس‌زاده صحبت های این دوستان رو بشنویم. اتفاقا اثر تخریبی کسانی مثل آقای ستودگان میلیون برابر صحبت بقیه عزیزانی هست که میان تحلیل میکنم. مرسی، من فقط خواستم همینو بگم. مرسی امیر جان. آقای عباس‌زاده رفتن مشورت بگیرن. آقای وزیرشناس گفتن از بیرون علی نوکی آقای مکس، آقای وزیرشناس گفتن از بیرون مزاحم نشن، مثلا منظورشون به آقای رایان و اینا. ببینید الان اینجا یه حمله گازنبوری اتفاق افتاده، آقای جیسون هم اومده رو استیج. خواهش میکنم اجازه بدید که این مایک به صورتی مدیریت بشه. مکس عزیز من در حد 30 ثانیه یه کامنت بذارم بعد بشنوم همینجوری کار. آی تو دیگه من میخواستم آقای هاتف رو بشنوم. کیا رو آقای هاتف 30 ثانیه سوتو بگم بگو کیا رو بشنویم. آقای هاتف خیلی وقت بود. نه میگم آقای هاتف خیلی خودشون صاحب نظرن، یک مسئله جدیدی رو باز میکنم. من فقط نسبت به فرمایش آقای عباس‌زاده و آقای وظیفه شناس 30 ثانیه، من در حد 30 ثانیه یک نکته بگم. میگن که نمیدونم حکومت جمهوری اسلامی سرکوب میکنه، میکشه، فلان میکنه، جوونا رو فلان کرده تو 98. من که خود شماها میگید من قبول ندارم، خود شما میگید من تو 98 1500 تا رو کشت، تو 96 4000 تا رو کشت، تو 100000 تا رو کشت. مگه شما نمیگید حکومت جمهوری اسلامی آدم کشه، هر کی بیاد تو خیابون میکشه؟ چرا جوونای مردم فرستادید جلو توپ جمهوری اسلامی؟ چرا جوونای مردم رو به کشتن دادید؟ چرا نشستید اون بر دنیا؟ آقای وظیفه شناس نیا تو مایک من، نیا تو مایک من، تو شما نیومدم، نیا تو مایک من، مردم رو آقای ستودگان
شما خسته نمیشه استدلال این مطالب؟ اجازه بده جوون مردم و فرستادی جلو مهران سماک در استان گیلان؟ چرا از اون طرف دنیا جوون مردم رو به کشتن دادی؟ کی میفرسته جوون مردم حقش شما مگه آفرین میگی حکومت جمهوری اسلامی آدم کشه؟ آی جوونا برید تو خیابون جمهوری اسلامی بکشتتون. به هیچ عنوان. ما چونی نگفتیم هستید. شما چونی نگفتیم. تو دروغ میگی. ما چونی نگفتیم. شما کاسب خونید و با این خون ارتزاق میکنید. شما... زندگیتون 40 ساله با شما عامل خون و خشونتی. شما اصلا شما جنازه بازی میکنید. شما استاد خون بازی هستی. شما برنامه جنازه بازی دارید. بزرگ آقای حرف محترم. تکراری فقط جوانای مردم رو بکشتن. آقای محترم روش جونتون. آقای محترم خون بخورید و با خون ارتزاق کنید. آقای محترم مثل مسیح علی نژاد. یک لحظه همونجوری که سالومه گفت. همونجوری که سالومه من ثانیه های ایشون انداختم پایین دوباره بیاریش بار آقای رو خواستی. فقط خواستم یک نکته بگم. پویا بختیاری رو ما فرستادیم داخل میدان لحظه که بنزین گران شد. رئیس جمهور از آزادی بیانتون آقا ما شما رو هم میندازم پایین. شما فاسدید. من که نباید با شما بشینم اصلا که. من پوزش میخوام از ملتی که اصلا با شما همنشین شدم. حالا رئوف بنابر دلایلی دوست داره که اتاق یک فضای گفتمانی متنوع بگیره شما رو میاره. آقای رئیس جمهور مملکتتون حسن روحانی چه گفت؟ تبسم میزد و گفت که من هم آقا این رفتار شما خیلی زشت و زنن. رفتار دوستان شما هم زشته که میان وسط مایک. چرا آقای حاتف صالحی رو کسی نمیندازه پایین؟ حالا حسن ایشون چش نزنم تا ثانیه دیگه مثل خود شما خواهد شد. الا ای حال ما هیچ گاه نگفتیم جوونا برن. جوونا ظلم میبینن میان تو خیابون. کنشای خود انگیخته است. یعنی چی ما بگیم؟ مگه اصلا اگر شما تصور میخواید که ما این میزان اشراف داریم شما جوانان کشور ما رو کمنگاری میکنید. طرف کارت به استخوان رسید تصمیم میگیره چه شیوه کنه. بازم من به شما هشدار میدم الان که بسیجی زیر میگیرن، آخوند زیر گرفتن، عمامه پروندن، نکنید با این ملت کاری که نباید بشه، که حرف هیچ که خریدار نداشته باشه. دیگه مسئولیت با خود شماست. البته اینجا شما عامل خون و خشونت خودتونید، چون نیاز دارید. شما آموزه های فکریتون حسب دیدگاه های آیت الله خمینی چیه؟ میگه اسلام خون میخواهد. شما خون لازم دارید و در برنامه که سعید ستودگان در حسینیه معلا ساخته جنازه بازی را انداختن. هموطنان عزیز برید ببینید تمام مؤمنین شرم کردن از اون برنامه. ما مشتاق خشونتی دیگه خود داوری کنید. اون دوستان بیارید بالا اگر خواستی آقای رئوف که من خدا نکرده عامل تزاحم در اتاق شما نبودم. چش آقای نمیتونم من یکم مایکم حالا آقای مکس شما رو من اصلا نمیبینم تصویرم نمیبینم الان مایکمو تونستم باز کنم. حالا دوستان بیان بالا صحبت میکنیم دیگه. به هر حال اینجوری هست. امیدوارم که من این تعهد رو میدم که اونا خواستن هر چی بگم من سکوت حرفم نمیزنم. خیلی راحت. نه اشکالی نداره آقای عباس‌زاده، این اتاق فقط مال شماست. اصلا اینجوری نیست که دوستانم که ما دعوت کردیم میخوایم یه گفتگوی جدی باشه. من میخوام به هدف خودم برسم. اینجوری نیست که من آدم بیهوشی نیستم که اینجا در انتها میبینید که آقای عباس‌زاده هم داره عصبانی میشه. آقای خادم هم سکوت کرده. دوستان ببینید ما طرفمون رو داریم میبینیم. آقای عباس‌زاده شما الان ببین کم کم با این عزیزان اگر زمین واقع بود به نتیجه نمیرسیدید. شما هم اسلحه دستت میگرفتی برای عبور از جمهوری اسلامی و رسیدن به آزادی. باید عبور کرد. واقعیت ماجرا همین عصبانیته. شما الان اینا رو انداختین توی بازداشتگاه. مثلا اگر ریمووشون میکردین ما میتونستیم بگیم شما اینا رو بهشون گلوله زدین و کشتینشون. آقای رؤوف روزی اول اینکه این اسر به قول وظیفه شناس حرف هوشمندانه ای زد. اینجاست که بعضا من میگم آدمای که یک پیشینه سیاست ورزی دارن مسیر رو درست‌تر تشخیص میدن. اصلا چه الزام و اصرار و ابرامی است مبنی بر که اسلحه به دست میگرفتی؟ خشونت مسلحانه. آقا ما نیستیم. من در میدان عملی هم اگر با اینها بودم کناره میگرفتم از این جماعت، مواجه نمیشدم. چرا که من معتقدم گفتمان ایرانگرا و ملیگرا و دموکراسی خواه ملت ایران به قدری بالنده و فاخر و عزیزه به ایران قسم اینا حذف میشن. من مثال دارم برای شما بزنم. روزی در یک جلسه در دانشگاه تهران بودیم. آقای دکتر آقای هاشم آقاجری سخنران بود. اسم اون گروه فشار رو فعلا نمیارم چرا که فعلا خارج از کشوره دیگه، شده جز نیروهای اپوزیسیون. ایشون اومده بود اون روز، سه نفر بودن که شلوغ کنه فضا رو. آقای دکتر آقاجری گفت که دانشجویان عزیز همتون به شکل یک دایره کناره بکشید.
که بدخواهان و شور این کسایی که میخوان جمع رو به هم بزنن خودشون، سه نفر دیدیم تو اون وسط میدان رسوا تک موندن. اصلا من دلم سوخت. به همین راحتی در کنش‌های مدنی اینا میتونن به آقای بزرگنس گفت مگه شوروی مگه اسلحه به دست گرفتن؟ اینا در آستان فروپاشی هم. شما تصور میکنی اینا خیلی قدرت دارن؟ شما همین شاه چراغ دروب رو ببین، لحظه لحظه رو ببین. یک جوان 24 5 6 سالی نمیدونم میگن تروریست، حالا من که میگم تروریست اجاره‌ایه، اینا رو جمهوری اسلامی مدیریت میکنه، اثبات هم میکنم اگه بخواید. الان شما بگید نه شما دارید بدون سند چرا حرف میزنید، این تروریست اجاره‌ای که وارد شد بزنه، شما برو نگاه کن چی جوری فرار میکردن. اصلا شاخصه های نیروهای نظام نواز، آن چیزی که من در میدان میبینم، به تقی و تلنگری بنده، اصلا اقتداری نیست. اینا حد اکثر کاری که میتونن بکنن چیه برای ایجاد النصر به روب؟ خبرنگار به روباین. الان نمیبینی چپ راست من میگه تو چرا نمیای تا دبی بیای که گونیت کنیم ببریم، چون پشت بکنن به من میگن اینا رو خیلی تهدید میکنن، اصلا منو ببرید روبایش کنید، روح لازم ثانی درست کنید، کارتون درست میشه. اینا خیلی به لحاظ محتوایی و گفتمانی ضعیفن. یک سری اوباش حاکمان به ایران قسم فقط دارم شاخشون نمیکشم برای مردم، هیچی ندارم، اصلا نیازی به اون میزان تسلیح و مسلحانه شدن نیست. آقای رؤوف نگران نباشید. بله، من اگر اجازه بفرمایید، مدیریت از الان به عهده آقای رؤوف عزیز هست. بنده هم شنونده صحبت های خوبی جالب تحمل یه کامنت 30 ثانیه‌ای نداشت. نه آقای سوتو نگاه، من نمیتونم تحمل بکنم صحبت های شما رو، ببخشید. آقای رؤوف مایک در اختیار شما هست. تحمل صحبت های خود رؤوف هم نداره آقا ماشاءالله. من یه مشکلی دارم. خب اگر رو شما مشکلی شما داری میخواین آیا عاطف صالحی رو بشنویم تا آره من دیگه پیدا مکس کنه. من مشکل، من موبایلم مشکل پیدا کرده، اگه صدام هست نمیدونم هست اینا، تصویر ندارم. صدای شما هست. آره من تصویر ندارم، برام خیلی جالبه، علاقمند هستم ورود کنم. اگه دوستان انقلابی که الان روی استیج هستن یکم تعامل کنن، بقیه هم صحبت کنن. آقای مهرابی، آقای کیا هم فکر کنم رفتش صحبت نکرد، یغما هم هست، به هر حال گفتگوها رو بشنویم. خود آقای حاتف هم صحبت نکرده. اگه امیر میتونه، اگه تو مکس امیر هستی شما، امیر بتونه ادامه بده خوبه، چون من تصویر رو نمیبینم اصلا. آقای وزیر منو میبینی؟ منو تو تصویر میبینی؟ گیر کرده موبایلم، قفل شده. امیر وزیر هستی اتاق مدیریت کنی؟ هستم ولی حالم خوب نیست مکس عزیز، من اصلا چند روزم نیومدم. جالبه بیش کم سرام آمده نگیره. گفتم آقای سوتودگان اینا رو دقت کنین رو استیج، همین اتفاق میفته. آقا این آقای حاتف رو بشنویم دیگه، حالا این بحثا رو بذارید. بله خب بفرمایید. کارش میکنیم دیگه. مکس بمون حالا تو یه شب بخیر. خب جمع کن اتاق. آقای فخرایی شما دو تا کلام ما رو آقای وظیفه شناس میشنوه، تب میکنه میفته تو خونه. بعد چه جوری میخواید با ما مبارزه کنید به خدا؟ ما میگیم شما در سطح مبارزه با ما نیستید، ناراحت میشید. به خاطر مسائل خانوادگی باید بخوابم، وگرنه من تا صبحم با میسازم در حمایت از آقای عباس‌زاده و دوستان آقای وظیفه شناس من مبارزه میکردم. آقا ما شمالی یه مثالی داریم، میگیم آقا تو تر فگوردسی، برو این فگوردسه رو بپرس، فقط یه فوت، اینقدر نناز آقای ستوده. میگم البته من خوشحالم اینجوری حرف میزنم. کشه خودشه. جناب آقای بسیجی ارزشمند، چون باید با احترام صدا بکنم، به والله من از خدا میخوام 9 نفر دیگه مثل تو باشن. یعنی تو منو اعصاب منو خرد میکنی. منی که اینجا به صبوری معروفم. بپرسید از 12 نفر 2 نفر رو نداری. 9 نفر دیگه مثل جناب عالی باشن. قشنگ، یعنی یه حرکت بزرگی. آقا یه قرار بذاریم فردا اینا 9 نفری بیان. باعث افتخار ماست، موی دماغ این براندازه هستیم. خدا رو شکر، خدا رو شکر. خب آقای رؤوف روز به من شهید بهشتی فرمودن از دست شما من فقط اوضایی میکنم آقای عباس زاده. آره من فکر کنم اگر که وارده، اگه بحث جدی وارد نمیخوایم بشیم نه رؤوف 10 بار اسم حاتف آوردیم، هی حرف دار شد. اگر حاتف عزیز هستن بشتبیم. من دو واژه میخوام بگم و با یه نکته تمام میکنم. اگر اجازه بدید کسی آزرده نمیشه، حمله بر مفاهیم جانبی نمیگیرید، من کاری دارم. من خواستم آقای رو ببین زیاد داری باز میکنی مایک، نکنی مشکلی آقا مایک تو ببند.
نه من میخوام برم، خواستم عذرخواهی کنم که اسای ادب نشه به مخاطبانی که با نشستن، بعد امکان ادامه حضور ندارم. اگر اتاق رو بعدها بستید که دیگه امیدوارم موثر بوده باشه، نبوده که من پوزش میخوام از مخاطبان. رؤوف عزیز و دیگر دوستان فعلا بدرود. آقای عباس‌زاده گرامی، آقای عباس‌زاده خدا حافظ، اینجا تشریف داشته باشید. خدا حافظ آقای عباس‌زاده. وقت دوستان رو نمیگیرم، اما اشارم به کسانیه که میگن با کی باید صحبت کنیم. کسانی که جمهوریت و مردم رو به هیچ میانگارند و به نوعی برای ایدولوژی خودشون فارغ از مردم و جامعه دارای حقانیت میدونن، به دنبال این هستن که هر طوری شده هیچ گفتگویی با جامعه صورت نگیره و تفکر قشری و به نوعی تکفیری و سلفی خودشون رو به نام دین و دیانت و مردم به خورد مردم بدن. و الا وقتی که نهادهای مدنی اجازه رشد پیدا نمی کنه، تشکلهای مدنی و صنفی جلوگیری میشه، قاعدتا این فضا رو به معروف خودتون به وجود آوردید که مردم نتوانند به عنوان بخش‌های مختلف با حاکمیت دیالوگ کنند. و اینکه حاکمیت با چه کسی دیالوگ کنه مشکل حاکمیته، مشکل مردم نیست. حاکمیت باید تمام بخش‌های مردم رو بر اساس شناختی که از نظرسنجی‌ها و به نوعی پرسشگری‌های شفاهی یا تستی که توسط نهادهای خودش به صورت محرمانه انجام میده، به راحتی میدونه مطالبات مردم چیه. اینکه ما با چه کسی باید صحبت کنیم یک نوع فرافکنی برای حذف مردم و مطالبات مردم و نادیده گرفتن جامعه و مبنا قرار دادن فرقه های بیهویتیه که به تازگی انقلابی شدن و در انقلاب و جمهوری اسلامی و اینام نقشی نداشتن، از این فضای خلا استفاده کردن، امروز به نام جمهوری اسلامی دارن امارت اسلامی رو تبلیغ میکنن. نمونش صدا و سیمای جمهوری اسلامیه که دست یک فرقه است. نمونش به معروف همین شورای هیئت نظارت بر انتخابات که یه مش فرد تندرو رو به اسم شورای نظارت بر انتخابات گذاشتن که مشخص نیست اینها چه بخشی از جامعه رو نمایندگی میکنن. امروز به نوعی تلاش میشه که صدای مردم شنیده نشه، و اگر صدایی از مردم شنیده میشه تلاش بشه اون رو به اپوزیسیون و مخالفین نظام منتسب کنن که با روش‌های غیر مدنی جلوی سخن گفتن مردم رو بگیرن. تا زمانی که این روال وجود داشته باشه صحبت از انتخابات و صحبت از مردم و جمهوریت بی‌معناست، یک اسم و یک برچسب بی‌هویتیه که اصالت نداره. یعنی تا زمانی که نهاد نظارتی اشخاصی مثل آقای جنتی و آقای وحیدی باشن اصلا انتخابات بی‌معناست، به دلیل اینکه اینها باوری به جمهوریت ندارن. کسانی که باوری به جمهوریت ندارن نمیتونن به نوعی نمایندگی کنن جمهوری اسلامی رو. اینها بیشتر به درد نمایندگی امارت اسلامی میگردن، حالا نه از نوع سنیش، از نوع شیعه‌اش. ممنونم. سپاسگزارم آقای مدرسی. من فقط آقای سرودگان، شما نتیدون دچار مشکلی بوده یا نه؟ شنیدید؟ نه من شنیدم. پس یک دقیقه میتونید مایلید صحبت کنید یا نه؟ همین عرض میکنم، صحبت ارزشمندی که قابل پاسخگویی باشه نبود. نه من به هر صورت نه، حالا نمیخوایم چیز کنیم، فقط خواهشن دوستان ببینید یکی امین، من به افراد کاری ندارم و به مصادیق هم کار ندارم، به جریان هایی که این تفکر رو دارن که ما جانمون رو میذاریم، به نظر من دوچار به معروف ناآشنایی با فضای کنونی هن. امروز بیش از جان و چنین چیزهایی نیاز به عقل داریم. و دوم اینکه کسانی که میخوان جان بدن جان ندن. بر اساس صحبت شهید چمران، آن کسی که تخصص نداره کاری رو میپذیره بی تقواست. من میگم اونهایی که میخوان جام بدن حداقل در کارهایی که تخصص ندارن اینقدر به جایگاه های سیاسی علاقمند نباشن، در بیسوادی مطلق مثلا بخوان
مدیریت کلان صدا و سیما رو به عهده بگیرن در حالی که هیچ آشنایی با رسانه ندارن. پس جان دادن به نظر من یک شعاری بیش نیست، چون اگر واقعا اینها به جان دادن اعتقاد داشتن پست هایی رو نمی گرفتن که هیچ صلاحیتی برای اون پست ها نداشتن. ممنونم. خیلی ممنون، متشکرم. خب دوستان عزیز، سپاسگزارم تا پایان ویدیو همراه ما بودین. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، اگر دوست نداشتین بلاخ رو پایین دیسلایک و کامنت حتما بنویسین. همین کامنت گذاشتنتون، لایک زدن و یا دیسلایک زدنتون باعث میشه که یوتیوب ویدیو رو در اختیار مخاطبین بیشتری قرار بده. دوستانی هم که در خارج هستن اگر دوست داشتن کانال رو حمایت کنن میتونن روی گزینه تانکس کلیک بکنن. و دوستانی هم که اگر دوست داشتن ممبر کانال بشن، ممبر با سابسکرایب فرق میکنه، اگر خواستن ممبر بشن میتونن روی دکمه جوین بزنن و شرایطش رو میبینن به سه صورت هستش و میتونن ممبر کانال هم بشن. سپاسگزارم از لطف و محبت همتون. خیلی مخلصم.